به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به سه رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در واکنش به حمله انتحاری بر کارمندان ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان در کابل میگوید هیچ توجیه برای هدف قرار دادن افراد بیگناه وجود ندارد. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان این سخنان را روز سه شنبه با نشر پیام در برگه اکس بیان کرده است. او این حمله را محکوم کرده و افزوده است قلب ما با زخمیان و کسانی است که عزیزان خود را از دست دادند. ساعت 4:45 دقیقه بعد از 6 روز گذشته یک مهاجم انتحاری این رخصتی کارمندان ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام طالبان خود را منفجر کرد. طالبان شمار قربانیان این حمله را به شمول یک زن، 6 نفر و 12 زخمی اعلام کردند. منابع و روزنامه 8 صبح گفتند که در این رویداد دست کم 11 تن کشته و بیش از 15 تن دیگر زخمی شدند. خروج آشفته آمریکا از افغانستان. بلینکن به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان احضار شد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور را برای شهادت درباره خروج از افغانستان احضار کرده است. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه در یک نامه از آنتونی بلینکن خواسته است که به تاریخ 19 سپتامبر برای پاسخگویی درباره خروج واشنگتن از افغانستان حاضر شود. مکال تاکید کرده است که بلینکن از جمله افرادی است که نقش برجسته درباره تصمیم خروج از افغانستان داشته است. رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا خاطر نشان کرده است که اگر بلینکن برای پاسخگویی حاضر نشود با اتهامات تحقیرآمیز مواجه خواهد شد. در این حال متیو ملر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که ممکن است آقای بلینکن نتواند در تاریخ مشخص شده برای شهادت حاضر شود. متیو ملر همچنان احضار بلینکن به مجلس نمایندگان را غیر ضروری خواند و افزود که بیش از 14 بار درباره خروج از افغانستان شهادت داده است. و در پایان ترامپ یک بار دیگر جو بایدن و معاونش را مورد حملات لفظی قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا میگوید که جو بایدن رئیس جمهور کنونی این کشور و معاونش کامالا هاریس مسئول کشته شدن 13 سرباز آمریکایی هنگام خروج از افغانستان هستند. ترامپ این اظهارات را روز سه‌شنبه 3 سپتامبر در یک مصاحبه با پادکست لکس فریدمن و هنگام صحبت کردن درباره بمب‌گذاری در دروازه آبی فرودگاه کابل مطرح کرده است. ترامپ تاکید کرده است که فرزندان این 13 سرباز آمریکایی به دلیل تصمیم‌های جو بایدن و کامالا هاریس یتیم شدند. او اضافه کرده است نحوه خروج بایدن و کامالا هاریس دقیق مثل کسانی بود که ماشه را کشیدند. رئیس جمهور پیشین آمریکا بارها از نحوه خروج سربازان آمریکایی توسط جو بایدن انتقاد کرده و آن را افتضاح خوانده است. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.